میترو کشتیگیری است که در سال 2009 عنوان سوم جهان رو به دست آورده و در مسابقات گوانجو هم او موفق شد با غلبه بر مهدی تقوی عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی گوانجو را از آن خودش بکنه. بنابراین مهدی تقوی کار بسیار سخت و دشواری رو در مقابل این حریف کشتی بلد ژاپنی پیش رو خواهد داشت. اگرچه مهدی ژاپنی در مقابل حریفانی از مقدونیه، قرقیزستان، بلاروس، روس و کوبا شد، حالا در مقابل این حریف ژاپنی بایستی کار رو تمام کنه. در وسط دوشک نتیجه 0-0 هست. 1 دقیقه و 14 ثانیه از مبارزه را دو کشتیگیر پشت سر گذاشتند. 1-0 رو یونومیتسو نشون میده که در برگشت این تقوی هست که میرفت حریف رو از منطقه قرمز دوشک خارج بکنه و اگر این کار رو میکرد ما نفس راحتی میکشیدیم. حالا این یونومیتسو هست، زیرگیری میکنه، سرگردن او رو میگیره، او رو به سمت پایین قوس میکنه، یک لحظه تعادل او رو به هم میزنه. بایستی 2 امتیاز به مهدی تقوی حداقل بدن. تقوی خودش امتیاز 2 رو درخواست میکنه، اما داوران فقط 1 امتیاز رو برای او در نظر میگیرند. 1 دقیقه و 39 ثانیه. علاقمندان حاضر در سالن خوشحال هستند از این موفقیت در وقت نخست. حالا یونومیتسو نشون میده که قصد زیرگیری رو داره. تقوی سعی میکنه که میدونداری بکنه، 1-0 رو حالا یونومیتسو میگیره. 58-59 وقت تمام هست، تمام هست. وقت نخست با پیروزی مهدی تقوی خاتمه میپذیره. نبایستی این فرصت رو به حریف میداد. غلامرضا محمدی، حامد میرمادیان، مربیان تیم ملی کشورمون و این هم مربیان تیم ژاپن که یونومیتسو رو تراخشک میکنن، ببینید در این تصویر سر و گردن رو داره، به سراغ فن سگبند میره، موچه پا رو میگیره، بالا میاره و در این حالت آرنج کشتیگیر دو بنده قرمز با دوشک برخورد میکنه و قاعدتا بایستی 2 امتیاز رو برای مهدی تقوی به دلیل برخورد آرنج او با دوشک در نظر میگرفتن که متاسفانه فقط 1 امتیاز رو در نظر گرفتن. به هر حال به خیر گذشت و وقت نخست با پیروزی مهدی تقوی خاتمه پذیرفت و حالا 2 دقیقه دوم رو دو کشتیگیر آغاز میکنند. خب مهدی تقوی کمی هم با احتیاط در مقابل این حریف ژاپنی کشتی میگیره. غلامرضا محمدی، مردی که به نظر من چهره موفقی در کشتی آزاد کشورمون داشته، او 3 فینالیست رو در سال قبل از المپیک در واقع در مسابقات جهانی به نتیجه رسونده و این نتیجه کاملا درخشانی هست در کارنامه مربیگری غلامرضا محمدی، محسن کاوه و بقیه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. در وسط دوشک ۵۲ ثانیه، ۳ ثانیه رو دو کشتیگیر در این 2 دقیقه پشت سر گذاشتن. داور دو کشتیگیر رو دعوت به فعالیت بیشتر میکنه. اصلا آروم و قرار نداره غلامرضا محمدی در کنار دوشک و مدام با تقوی صحبت میکنه و او رو راهنمایی میکنه که چه باید بکنه. خب تقوی به نظر من تا اینجای کار خوب ایستاده، بایستی به همین شکل میدونداری بکنه و در فرصت مناسب تا لحظات دیگر کار خودش رو با یک حمله در واقع به نتیجه برسونه. این کشتیگیر ژاپنی است که برای زیر میاد، یک بار دیگه میتونه فن سگبند رو امتحان بکنه، سرگردن رو در اختیار داره. بایستی او رو ابتدا به پایین قوس بکنه که داور اجازه کار رو از او میگیره. تقوی منتظر حمله حریف هست تا با سرگردن گیری کار رو به نتیجه برسونه. 25 ثانیه او فرصت داره، میتونه یک حمله مطمئن رو البته بایستی انجام بده. چشم بسته نبایستی حمله بکنه، بایستی خودش رو نزدیک بکنه. ژاپنی باز هم نشون میده که قصد زیرگیری رو داره. 1-2 تا حمله از سوی کشتیگیر ژاپن و تذکر به مهدی تقوی. 7 ثانیه تا پایان این 2 دقیقه دو کشتیگیر فرصت دارند. لحظات سپری میشه و اینجا زنگ پایان 2 دقیقه دوم به صدا در میاد و حالا گوی و شانس هست که ببینیم به سود کدام یک از این دو کشتیگیر از
گوی خارج میشه. کشتیگیر ژاپنی بیقرار هست، منتظر هست ببینه. بله، گوی به نام مهدی تقوی خارج میشه و خوشحالی ایرانی های حاضر در سالن، خوشحالی ایرانی های در سالن کشتی که مطمئن هستن مهدی تقوی میتونه از این فرصت به نحو مطلوب استفاده بکنه و یک امتیاز لازم رو به دست بیاره. زیر یک خم رو میگیره، با یک میانکوب تبدیل به دو خم میکنه، با یک حریف رو بکنه، این کار رو انجام میده و حریف رو به پل میبره، به پل میبره. سه امتیاز برای مهدی تقوی، یک مدال طلای دیگر برای مهدی تقوی. مربیان ما به روی تشک میان، مهدی تقوی رو در آغوش میگیرند. او دومین نشان طلای تیم کشورمون رو از آوردگاه ترکیه رقم میزنه. دست او به عنوان فرد پیروز در مقابل یونومیتسو از ژاپن بالا میره. ببینید خوشحالی تماشاچیان حاضر در سالن، یک نتیجه خوب برای کشتی کشورمون در رشته آزاد. بعد از موفقیت فرنگیکاران، حالا نوبت به آزادکارها میرسه. کسب نشان طلای مسابقات جهانی کشتی آزاد توسط مهدی تقوی رو به شما ملت عزیز، به خصوص مازندرانی های گرانقدر، تبریک میگویم. تنین دل نشین در ترانه ها توی، ای بهار ماندگار عاشقانه ها توی، باغ گل شکفته شد با گل سپید تو، دل چراغ کوچه ها روشن از امید تو. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. تیم قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. یک بار دیگر کسب نشان طلای پر افتخار مسابقات جهانی کشتی آزاد توسط مهدی تقوی رو به شما ملت عزیز تبریک میگوییم. رنگ شادی و سرور پرچم سرنگ تو، افتخار دیگریست بازی قشنگ تو. تیم قهرمان ما ای شکوه دیدنی، هر کجا که می روی افتخار میهنی، هر کجا که می روی افتخار میهنی. قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان. تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران، تا همیشه باشیم ما پیروز میدان، پیروز میدان. خب یک بار دیگه تصاویر آهسته حرکات مهدی تقوی رو با هم شاهد هستیم. لحظه ای که او در وقت نخست سر و گردن رو میگیره، یک کار آموزشی قشنگ هست، سر رو به داخل میبره، موچ پا رو میگیره و در اصطلاح کشتی فن سگبند رو به خوبی اجرا میکنه. با فشار به جلو وقتی آرنج حریف برخورد میکنه، دو امتیاز رو بایستی به اون میدادن و اینجا هم در کلینج یک خم رو تبدیل به دو خم میکنه، به راحتی میکنه، حریف رو میچرخونه و به پل میبره و حالا مراسم توزیع جوایز قهرمانان هست. بایستی خدمت رو عرض بکنم که این دومین نشان طلای تیمی کشورمون هست، دومین نشان طلایی است که مهدی تقوی گردن آویز خودش میکنه. او در سال 2009 در هرنینگ دانمارک موفق شد عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره. در سال 2010، سال گذشته، در مقابل کشتیگیر کوبا گارسون مغلوب شد و گارسون هم نتونست به فینال برسه. بنابراین مهدی تقوی نتونست
عنوان قهرمانی خودش رو تکرار بکنه و حالا در سال 2011 او بعد از غلبه بر کشتیگیرانی از مقدونیه، قرقیزستان، بلاروس، کشتیگیر روس و کشتیگیر کوبا، این حسنوف هست، جبرائیل حسنوف از آذربایجان، که موفق شد عنوان سوم جهان رو به دست بیاره. او در اون نیم گروه به یونومیتسوی ژاپنی باخت و لحظاتی قبل موفق شد کشتیگیر بلغار رو شکست بده و با پیروزی در مقابل عنوان سوم رو از آن خودش میکنه. و این هم لوپز هست، لیوان لوپز از کوبا، که در مقابل مهدی تقوی در آخرین دیدار در مرحله یک دوم مغلوب شد. و جالبه که بگم خدمتون، لیوان لوپز هم موفق شد کشتیگیر روس رو لحظاتی قبل در مرحله پایانی شکست بده و عنوان خودش بکنه. و این هم چهره یونومیتسو، کشتیگیر ژاپنی هست که تاتسوهیرو یونومیتسو که در مسابقات بازی‌های آسیایی گوانجو موفق شده بود مهدی تقوی رو شکست بده و قهرمان بازی‌های آسیایی گوانجو بشه، و حالا تقوی انتقام اون شکست رو هم از این کشتیگیر ژاپنی میگیره. ضمن اینکه من بایستی اشاره بکنم که نتیجه نهایی فوتبال بین منچستر یونایتد و چلسی هم 3-1 به سود منچستر یونایتد خاتمه پذیرفت. و حالا نوبت میرسه به مهدی تقوی، دلاور مرد مازندرانی کشتی کشورمون. به هر حال جا داره که من به مازندرانی ها، قائم شهری ها، سوادکویی ها و همه کشتی دوستان کشورمون تبریک عرض بکنم. این موفقیت رو، این پیروزی رو، کسب نشان طلا، ما دو طلا رو در از 7 وزن تا اینجای کار به خودمون اختصاص دادیم. روزها هم 2 طلا رو در اوزان 55 و 60 کیلو به دست آوردند و احتمالاً 1 مدال طلای دیگر رو هم در وزن 120 کیلوگرم از آن خودشون خواهند کرد و عنوان قهرمانی جهان هم از آن روزها خواهد بود و قطعاً تیم ما نایب قهرمان مسابقات جهانی خواهد بود. با هم گوش جان می سپاریم به سرود پر افتخار کشورمون.